الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين بايس الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائه اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تأجیل در امر ظهورشون صلواتی جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا میلاد مبارک ولی الله الاعظم بر همه چشم انتظاران اون عزیز سفر کرده میمون و مبارک باشد. خداوند ایدی همه شیعیان را فرج اون بزرگوار قرار بدهد و امشب که شب لیلت القدر است ما را از برکاتش برخوردار بگرداند و مشمول عدیه خاصه ولی عصر قرار بدهد. تصریح شده است از زبان پیغمبر بزرگوار مکرر به نام ائمه معصومین علیهم السلام که ائمه 12 نفرن کلهم من قریش، همه اونها از قریش هستن، با عناوین مختلف از زبان پیغمبر تصریح به ائمه معصومین شده است. در یک روایتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه اطهر سلام الله علیها می فرمایند الائمتو من بعدی الهادی علی
و المهتدی الحسن و الناصر الحسین و المنصور علی ابن الحسین و الشافع محمد ابن علی و النفع جعفر ابن محمد و الامین موسی ابن جعفر و الرضا علی ابن موسی و الفعال محمد ابن علی و المؤتمن علی ابن محمد و العلام الحسن ابن علی و من یسلی خلفه عیسی ابن مریم المهدی علیهم السلام. اللهم از این گونه روایات کثیرن داریم که خود علمای اهل سنت هم در کتب خود نقل کردن، اما وعده داده بودم راجع به ولادت ولی عصر علیه السلام مطلب را برای عزیزان از روایات تاریخی بیان کنم. حضرت هادی علیه السلام به غلامشان کافور فرمودن برو دنبال بشیر ابن سلیمان، او را نزد من حاضر کن. کافور رفت و بشیر ابن سلیمان را محضر حضرت دعوت کرد. بشیر ابن سلیمان وقتی محضر حضرت هادی علیه السلام رسید، حضرت به او فرمودن بشیر، تو از اولاد ابو ایوب انصاری هستی که ابو ایوب انصاری با ما خانواده اش سابقه محبت دیرینه دارند. میخواهم تو را برای مأموریت مهمی بفرستم. حضرت یک نامه نوشتند به زبان رومی، با خاتمشان نامه را مهر کردند. به بشیر ابن سلیمان فرمودند میروی بغداد فلان روز فلان ساعت یک کشتی میاد با این مشخصات که اون کشتی پر از غلامان و کنیزانند، در کنار دجله اینها یک خیمه میزنند، در میان اون کنیزان کنیزیست با این مشخصات که هر مشتری میاد او را بخرد حاضر به فروش نمی شود، حتی تهدید می کند به مشتری، می گوید اگر مرا بخری من خودم را می کشم. نامه مرا به اون کنیز بده. او خوشحال می شود، راضی می شود، به 240 دینار طلا او را بخر. بشیر ابن سلیمان میگوید من به بغداد رفتم، طبق گفته حضرت هادی علیه السلام روز مشخص ساعت مشخص کشتی آمد، کنار ساحل خیمه زدن، کنیزان و غلامان رو در اون خیمه جا دادن، من رفتم ایستادم. وقت خریدار برای اون کنیز می آمد، اون کنیز امتناع می کرد، به هیچ عنوان صاحب را قبول نمی کرد. من رفتم جلو به صاحبش گفتم که از تو تقاضا می کنم منو به این آقا بفروش. او را خریدم،
نامه را به او دادم، تا نامه را دید منقلب شد، نامه را بوسید و روی دیدگان خود نهاد. پولش را پرداخت کردم، کنیز را آوردم به بغداد در خانه ای که آماده کرده بودم. بشیر ابن سلیمان میگه به کنیز گفتم تو رومی هستی، صاحب نامه عراقی است، چگونه تو او را شناختی و تمکین کردی که من تو را برای او ببرم؟ کنیز گفت اولا این را بدان، تو کنیز نخریدی، لباسم لباس کنیزی است، من نوه پادشاه رومم، من نوه قیصر روم هستم، من شاهزاده هستم. اما قصه مرا بشنو. جدم قیصر روم تصمیم گرفت مرا به پسر برادرش ازدواج به ازدواج در آورد. تختی آراستن برای عروسی ما، کشیشها آمدن، انجیل خوندن، مجلس را آراستن برای عقد من. همین که خواستن منو به عقد پسر برادر قیصر درآرن، یک مرتبه یک زلزله شدیدی قصر را گرفت، تخت افتاد، برادرزاده جدم قیصر از روی تخت افتاد و بیهوش شد. خیلی مجلس به هم خورد. کشیشان گفتن ازدواج برای این دختر صلاح نیست. جدم قیصر روز دیگر همون مجلس را آراست، خاص منو به عقد پسر برادر دیگرش دراره. دوباره همون صحنه تکرار شد، زلزله ای شد و تخت افتاد و پسر برادر هم افتاد و مثل دیروزی بیهوش روی خاک افتاد. کشیشان گفتن ازدواج برای او خوب نیست، این باید ازدواج رو بر خودش حرام کنه، بره و راهبه بشود، مثل خیلی زنهایی که هستن، اینها راهبه هستن تو کلیساها دیدید. و این کشیشهایی که زن گرفتن رو بر خودشون حرام کردن که درست خلاف سنت اسلام است، که شما میبینید این چند وقت اخیر خیلی سرصدا بود در واتیکان و بزرگان واتیکان در روم اقرار کردن به مفاسد اخلاقی کشیشان. خدای تبارک و تعالی جامع ترین دین، دین محمد و آل محمد. قرار داده نزا پیغمبر در یک جمله زیبا می فرماید لا رهبانیت فی الاسلام، در اسلام رهبانیت و گوشگیری معنا ندارد. عده از زنها آمدن محضر پیغمبر گفتن یا رسول الله چند تا شوهرای ما تارک دنیا شدن، رهبانیت پیش گرفتن، رفتن توی صحرا، پیش ما نمیان، غذای خوب نمیخورن، با ما آمیزش نمیکنن، اینقدر پیغمبر عصبانی شدن که داره به طرف مسجد میرفت عبای حضرت روی زمین کشیده میشد. دستور داد مردم جمع شدن، فرمود مردم من که پیغمبر شما هستم گوشت میخورم، غذای خوب میخورم، با همسرم نزدیکی میکنن، در دین من رهبانیت وجود ندارد. همان شب در عالم رؤیا دیدم حضرت عیسی علیه السلام و شمعون آمدند
و همراهشون فرد عظیم و جلیل القدری بود که عیسی و شمعون از او خیلی تجلیل می کردن. حضرت عیسی به جدم قیصر روم گفت: بناس رحم آل محمد علیه السلام. بناس رحم آل محمد به تو متصل شود. خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است برای خواستگاری تو، برای خواستگاری از نوه تو. جدم قیصر گفت: بفرمایید من در خدمتم، ولی ما نباید داماد را ببینیم. شمعون رفت و داماد را با ائمه معصومین آورد. همه امامان آمدند، اما جوانی جلو آمد که صورتش مثل ماه می درخشید. حضرت عیسی به جدم گفت: این امام حسن عسکری علیه السلام است، این داماد شماست. به قول شاعر می گوید: مصور نقاش، مصور آمد و عکس تو اشتباه کشید، به جای اون که کشد آفتاب ماه کشید. حضرت عیسی و خاتم الانبیا مرا عقد کردن برای امام حسن عسکری. از خواب بیدار شدم، به غم فراق امام عسکری مبتلا شدم، بیمار شدم از غم فراقش، اما قضیه رو به کسی نمی گفتم که مبادا بفهمن من میل به اسلام دارم، برای من مزاحمت ایجاد کنن. چند شب بدین منوال گذشت. جدم قیصر وقتی می دید من ناراحت و رنجورم، گفت: دخترم هر چه می خواهی از من بخواه. گفتم: این اسرای اسلامی که در دست شما اسیرن، اینها را آزادش کن، شاید حضرت عیسی خوشحال بشود و به من توجهی کند و من خوب بشوم. همه اسرای اسلامی رو جدم آزاد کرد. همون شب خواب دیدم 4 زن مجلله سراغم آمدن: حوا، آسیه، مریم. تا حضرت مریم رو دیدم، خودم رو روی پاهای حضرت مریم انداختم. فرمودن: پاشو، الان بانو می آید. یک مرتبه دیدم یک بانویی با شکوه و جلالت خاصی وارد شدن که همه به احترام اون بانو از جا برخاستن. مریم گفت: مادر شوهرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده است. به محضر صدیقه کبرا سلام الله علیها عرض ادب کردم. گفتم: بی بی جان، پسرت امام حسن عسکری به من کم مهری می کند. از شبی که منو عقد کردن در عالم رویا، دیگه او رو در عالم رویا ندیدم. فاطمه اطهر سلام الله علیها فرمودن: چون تو هنوز مسلمان نشدی، مسلمان شو تا سراغ تو بیاید. من به دست بیبی مسلمان شدم. حضرت زهرا فرمودند: بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. شب بعد در عالم رؤیا دیدم امام عسکری علیه السلام سراغم آمدن. فرمودند: یک عده مسلمان میان به جنگ شما، شما رومیان در این جنگ شکست میخورید، شما خودتو مخلوط کن با
به زنهای اسرا، بقیه کار با ما. من هم دستور حضرت رو اجرا کردم، لباس کنیزان پوشیدم و منو همراه اسرا آوردند به بغداد. بشیر ابن سلیمان بقیه ماجرا را هم که خودت میدانی. بشیر ابن سلیمان میگه آمدیم سامرا، رسیدیم محضر حضرت هادی علیه السلام. حضرت هادی فرمودند به این بانو که در روم او را ملیکا و در عرب او را نرجس و ما در فارسی به او نرگس میگوییم، فرمودند دلت میخواهد 4000 دینار طلا به تو بدم نرجس خاتون، یا به تو یک مژده بدهم؟ گفت من مژده را میخواهم. فرمودند نرجس خاتون مژده باد تو را که به زودی در رحم تو مهدی آل محمد علیه السلام. نطفه‌اش بسته خواهد شد، گل سرسبد آفرینش، خاتم الاوصیا، کسی که امام صادق علیه السلام می فرماید لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر من امام صادق مهدی را درک کنم تا پایان عمرم خادمی آستان مهدی را می کنم، نطفه او در رحم تو منعقد خواهد شد. بعد از مدتی حضرت هادی علیه السلام شهید شدن. حضرت نرجس خاتون به ولی یأس ارواحنا فدا حامله شدن. امروز بعد از ظهر یا سر شب 14 شعبان حکیم خاتون میخواستن به منزلشون برون. حضرت عسکری علیه السلام فرمودن امه جان امشب خانه ما بمان، امشب نشانه خدا ظاهر می شود. گفتم من آثار حمل در نرجس نمی بینم. فرمودن بمان، امر خدا امشب واقع شدنی است. حضرت نرجس خاتون می فرمان هنگام سحرگاه نرجس خاتون از خواب پرید، بدنش می لرزید. امام عسکری علیه السلام فرمودن امه جان سوره قدر را بخوان و بر نرجس بدم. این کار رو کردم، یک مرتبه دیدم یک پرده ای آمد بین من و او حامل شد. بعد از چند دقیقه دیدم یک آغازاده نورانی پا به عرصه وجود گذاشت، تا به دنیا آمد به سجده رفت، پیشانیش رو حجت ابن الحسن العسکری روی خاک گذاشت، انگشت سبابه به طرف آسمان گرفت، شهادت به توحید داد، شهادت به نبوت داد، شهادت به امامت اجداد طاهرینش داد و برای خودش و فرج خودش همون لحظه اول ورودش به دنیا دعا کرد. بعد این آیه رو خون و نرید و انمنا للذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. قنداقی او را محضر مبارک پدرش بردم، قنداقه رو در آغوش گرفت، او را بوسید و در حق او دعا کرد. روز سوم ولادت حضرت که شد، حضرت عسکری فرمودن میخواهم برای مهدیم عقیقه کنم. تعداد زیادی گوسفند و گاو و شتر آوردن، همه عقیقه میکردن. حضرت به بعضی فرمودن برای عقیقه فرزندم اگه کسی میتونه عقیقه بیاره بازم بیاره. آقا شیعیان شروع کردن با آوردن گوسفند، گاو، شتر. از کسانی که برای حضرت ولیعصر
عقیق فرستادن خاندان مهزیار بودن که نام آنها در تاریخ ثبت شده. علامه نوری، محدث نوری، به عنوان علی ابن مهزیار، عباس ابن مهزیار نوشتن که در غیبت صغرا اینها خدمت حضرت ولیعصر علیه السلام رسیدن. اینها نواده های ابراهیم مهزیارن. ابراهیم مهزیارم تعدادی گاو و شتر برای عقیقه ولیعصر آورد، آماده کردن و شترها و گاوها رو ذبح کردند و گوشتش هم در راه خدا به فقرا دادن. ابراهیم مهزیار میگه که حضرت عسکری علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله که محبت کنید، یه یادگاری به من مرحمت کنید که هر موقع به اون نگاه میکنم یاد شما تو دلم زنده بشه. حضرت دونه انگشتر به او دادن. میگه انگشتر رو در دستم کردم، خوشحال بودم، دلم شاد بود. البته تو حاشیه میگم بدانید که مهدی فاطمه در همین نیمه های شعبان هم به یاران و خواص خودش هدیه میدهد، مخصوصا انگشتر مرحمت میفرماید. به خیلی دوستانشون در زمان غیبت کبرا امام زمان هم تأسی کردند و هدایا دادن. هدیه داده مهدی فاطمه به میرزای شیرازی در شب نیمه شعبان که وقت سید ورشکسته گرفتاری متوسل به امام عصر شده بود برای رفع مشکلش، محضر حضرت رسیده بود، آقا رو نشناخته بود. آقا فرموده بودن برو محضر میرزای شیرازی، به او بگو مشکل تو حل میکنه. اگر از تو میرزا نشانهی خواست، به او بگو اون سیدی که نبشب نیمه شعبان انگشتر عقیق به تو هدیه داد، منو فرستاده که مشکل او را حل کنم. که سید میگه وقت رفتم محضر آقا میرزای شیرازی رسیدم، قصه رو گفتم، از جا جهید، منو بوسید، گفت نشانه درست است، میدونی کی تو رو فرستاده پیش من؟ تو او را نشناختی، حضرت بقیت الله العظم تو رو فرستادن و انگشتری که مرحمت کردند امام زمان به من دادن. اینو خواستم تو حاشیه بگم که حضرت امشب هم عیدی میدن، امشب لیله قدره، قدر امشب رو بدونید، مواظب باشید. امشب شب نیمه شعبان گناه نکنید، معصیت نکنید. شب نیمه شعبان از شبهایی است که دل حضرت شاده، اما گناهان بس که زیاد می شود دل مهدی فاطمه به درد میاد. گاهی جشنهای ما هم دل مهدی رو به درد میاره. دختر و پسر به هم مخلوط میشن، نوار موسیقی میذارن، لهو و لعب، گناه، نافرمانی، معصیت، اینا امام زمان رو ناراحت میکنه، دل مهدی فاطمه به درد میاد. عرض کردم، ابراهیم مهزیار میگه، عرض کردم به حضرت عسکری آقا یه سوالی دارم ازتون، فرمودم بپرس. گفتم ما شنیدیم که یه گوسفند باید عقیقه کرد، گوسفندم باید مماثل باشه، بهتر مماثل باشه، یعنی اگر بچه دختر گوسفند ماده، اگر پسر گوسفند نر، چرا شما میفرمایید که اینقدر عقیقه کردم؟ و بازم میفرمایید هر کدوم از شیعیان میخوان عقیقه کنن، عقیقه کنن. حضرت فرمودن که این پسرم، این مهدی من که تازه به دنیا آمده، یه غیبت طولانی خواهد داشت، عمرش هم خیلی طولانی خواهد بود. اینقدر غیبتش طولانی میشه که نزدیکان و شیعیانش هم در حقانیت او شک میکنن، میگن اگر مهدی بود تا حالا میآمد. ابراهیم میگه که بعد از وفات حضرت عسکری علیه السلام رفتم سامرا. حضرت که رفته بودن این طرف و اون طرف، خیلی دنبال ولیعصر گشتم، ایشون رو ندیدم. مشرف شدم بیت الله الحرام،
در یکی از شبها که مشغول طواف بودم، یه مرتبه به فکر شیعیان افتادم. با خودم گفتم که ما شیعه ایم، حضرت هادی علیه السلام رو دیدیم، حضرت عسکری رو درک کردیم، امام زمان رو در گهواره دیدم، حالا در فراقش دارم از غصه دق میکنم چند سال او رو ندیدم. وای بر این شیعیان آخر الزمان که هیچ کدام حضرت رو نمی بینن. دل تنگ شدم، دلش خلاصه به حال ماها سوخ. در طواف بیت الله الحرام ابراهیم مهزیار دلش به حال ما سوخ. دلم شکست بر مردم آخر الزمان. دعا کردم، یه نفر کنارم نشست گفت طواف تمام شد، بیا پیش من، کارت دارم، من فلان جام. بعد از طواف پیش او رفتم، گفتم من شما رو نمیشناسم، با من کاری داری؟ به من گفت علامتی از حضرت عسکری پیش تو هست، اشاره کرد به انگشتر مرحمتی حضرت. گفتم بله، همه انگشتریه که در دست دارم. گفت فردی به من گفته تو رو نزد او ببرم و انگشتر رو از تو بگیرم. گفتم من انگشتر رو به هیچ عنوان نمیدم. گفت بیا برویم. همراه او رفتم، دیدم آقا و مولایم صاحب الزمان ارواح نافدا شرف و حضور دارم. صورت مثل ماه می درخشید، هنوز مو بر صورت حضرت نرویده بود. تا دیدم آقا رو شناختم. فرمودن ابراهیم مهزیار دیدی با ما چه کار کردن؟ کاری کردن که ما در غیبت به سر ببریم، بیابان نشین باشیم. عرض کردم آقا انگشتر مرحمتی پدرتون رو میخواید از من؟ یه جمله خیلی قشنگی، همه جملاتشون قشنگ، کلام کم نور، یه جمله زیبایی ولی از فرمودن که با همین جمله هر چی داری از حضرت به خبرات نگه داره، بهت بده و ازت نگیره. عرض کردم آقا میخواید انگشتری پدرتون از من بگیرید؟ فرمودن ما اهل البیت وقتی چیزی به کسی میدیم پس نمیگیریم. خیلی جمله قشنگ، جمله زیبایی است. حالا از حضرت بخواه، احساس میکنی چیزی ازت در خطره، عزتت، آبرود، شخصیتت، زندگی، دنیات، آخرتت، بگو پسر فاطمه من که چیزی ندارم، به یوم نهی روز غلورا هر چه هست محبت توست و اولیاء النعم، شما اولیای نعمتید، شما صاحب سفره هستید، من روسیا سر سفره شما نشستم. حالا که آقا عزیزم کردی، حالا که هدایتم کردی، حالا که مهر خودتو تو دل من نشوندی، مهدی جان ازم نگیری، منو از در خونه به خاطر بدیهات نرانی، منو از خودت دور نکنی مهدی جان. آقا فرمودن ما اهل بیت وقت عطایی بکنیم پس نمیگیریم، یک انگشتری هم من بهت میدم ابراهیم مهزیار. به به به، دست کردن تو جیب مبارکشون و انگشتری به من دادن. بعد فرمودن در طواف برای شیعیانم دعا کردی؟ عجیب این جمله، برای شیعیانم دعا کردی؟ حضرت فرمود من هم هر روز برای شیعیانم دعا میکنم. قربان رأفت تو عزیز زهرا، چقدر آقایی، چقدر بزرگواری. ما با گناهامون تو رو اذیت میکنیم، تو اینقدر آقا هستی که ما گناهکاران رو دعا میکنیم. عرض کردم و حالا که شما برای شیعیانتون دعا میکنین، شیعیان هم برای شما دعا میکنن. من خیلی خوشحالم که شما شیعیان رو دعا میکنید، اما آقا دلم سوخت که شیعیان شما شما رو نمی بینن، اینا ماتم می گیرن. فرمودن شیعیان ما که در آخر الزمان میان ما رو نمی بینند، به ما معتقدند، اهل تقوا باشن، حلال ما را، اینا تفسیر بیان حضرت، حلال ما را حلال بدونن،
حرام ما را حرام بدانند، اینها پیش ما عزیزند، از همه مردمی که امامان را دیدن عزیزترن. خیلی عبارت جالبه. بعد این جمله خیلی قشنگ شدت رأفت حضرت رو به ما روسیه ها نشون میده. فرمود اگر شیعیان ما که در آخر الزمان میان بدانن که من چقدر اونا رو دوستشون دارم، از شوق انتظار میمیرن که بدونن من چقدر دوستشون دارم. ای عزیز دل زهرا، چقدر تو آقایی، قربان اون دل پردرد تو، قربان اون دل سوخته تو، قربان اون دلی که شبانه روز ما با گناه اون دل آزرده میکنیم. سید ابن طاووس میگرفتم در سرداب مقدس سامر را، دیدم دستاشو بلند کرده مثل ابر بهار گریه میکنه، اشک میریزه، میگه ان شیعتنا منا، شیعیان ما از ما هستن، خلقو من فاضل تینتنا، اینا از زیادی خاک ما خلق شدن، و عجنو به ماء ولایت ما، با آب ولای ما خاکشون عجین شده. بعد دیدم گریه آقا شدید شد، فرموده خدای مهدی، شیعیان ما به اتکای محبت ما گناه میکنن، معصیت میکنن، خدایا برای که شیعیان مرا در آتشت نسوزانی، بیا از حسنات مهدی بردار و به روی حسنات اونها بگذار. اللهم صل و سلم. همتون بگید صلوات خواجه نصیر در قضاء حوائج خیلی اثر دارد. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و سولت حیدریه.